با سلام خدمت شما شنوندگان رادیو پیام، امیر هستم. امروز شنبه 18 خرداد ماه 1392، 8 ژوئن 2013 هستش. در خدمت آقای دکتر مهرداد درویش پور، جامعه شناس و از اعضای مؤسسه تشکل جمهوری خواهان دموکرات هستیم. صحبت امروز ما در رابطه با انتخابات 11 دوره جمهوری ریاست جمهوری هستش. ضمن تشکر خدمت شما جناب دکتر درویش پور و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امروز مهمان برنامه ما شدین. سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوشی پیش رو داشته باشید. در خدمت هستم. خواهش میکنم، 6 روز بیشتر به انتخابات نمونده. اگر مایل باشید ابتدا ما نظر شما رو نسبت به این انتخابات ریاست جمهوری بدونیم، ببینیم اصولا شما این رو به چه شکل تعریف میکنید و بعد ببینیم به چه سوالایی میتونیم بپرسیم. بفهم. ببینید، من در نوشته های قبلی هم یا گفتگوهای قبلی هم راجع به یک بحثی که ما شاهد عروج و تهاجم نوبنیادگرایی اسلامی هستیم سخن گفته بودم و فکر میکنم شوربختانه سیر حوادث تا امروز تایید آن برداشت من بود. ارزیابی من این بود که اگر بخوام برای روشنتر شدن مفهومی که به عنوان نوبنیادگرای اسلامی توضیح میدم، یک شباهت سازی، قرینه سازی تاریخی بکنم، اون هم فقط به قصد روشنتر شدن مفهوم، نه اینکه شرایط چیز. شما در شوروی سابق شاهد بودید که زمانی که بعد از مرگ استالین که نظام کاریسم توتالیتر در آنجا دچار بحران میشه، بعد از گذشت مدتی خروشچف بر سر کار میاد و سعی میکنه با انتقاد از استالین و یا انتقاد از استالینیسم، برخی انتقادات، نه اینکه کلش رو زیر سوال ببره، با اشارهایی به معایب نظام بسطی شوروی سابق سعی میکنه یک فضای به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز رو در حوزه بین‌المللی و یک نوع به اصطلاح باز کردن فضای اندکی اصلاح و رفرم در داخل کشور رو دنبال بکنه که به عصر خروشچف و عصر تنش‌زدایی خروشچف در واقع تعبیر میشه. بعد میبینیم که بلافاصله بعد از این ماجرا عملا نیروهای استالینیست و یا نیروهایی که حاکمان شوروی سابق بودن این درجه از به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز بین المللی و این اصلاحات در داخل رو بر نمیتابند و خروشچف رو کنار میزنن و برژنف وقتی بر سر کار میاد به اصطلاح با نوعی نیو استالینیسم میشه، یعنی اینکه متناسب با شرایط از اون آرمان های انقلابی گرایانه به اصطلاح مدل استالینی فاصله میگیرن، اما مواضع سخت در برابر جهان غرب دارن، در حوزه داخلی هم در واقع فضای دیکتاتوری رو حفظ میکنن. گیرم که به اندازه دوره استالین یک نظام کامل توتالیتر و به اصطلاح ایدئولوژیک رو ندارن، تغییراتی کرده ولی شالودش رو حفظ میکنن، شالوده یک نظام بسته در عرصه داخلی و در عرصه بین‌المللی. چرا؟ به دلیل اینکه نگران آن هستند که اون فرایندی که خروشچف دنبال میکنه در واقع اقتدار شوروی و حزب حاکم بر اونجا رو در عرصه داخلی و بین‌المللی تضعیف کنه. من این اشاره رو کردم، این قرینه سازی رو کردم برای اینکه خواستم بگم در جامعه ایران به گمان من کمابی شاهد ما یک چنین پروژه‌ای بود یا پروسه‌ای بود، یعنی اینکه زمانی که خمینی در میگذره ما با بحران کاریست در جامعه ایران روبرو هستیم. آیت الله خامنه ای هم هرگز نمیتونه جایگزین به اصطلاح مشروع و فراگیری برای احیای اون اقتدار کاریسماتیک بشه و جامعه به سمت‌های دیگری سوق پیدا می‌کنه. یک دوره حول رفسنجانی در واقع تمرکز پیدا می‌کنه،
که مدل تنگسیوپینگ چینی است، یعنی اصلاحات اقتصادی آری، دموکراسی نه. ولی جامعه اون رو هم نمیپذیره و اصلاحات، اصل اصلاحات که شروع میشه، اصل اصلاحات در واقع تلاشی برای عقلانی کردن اون نظام به اصطلاح توتالیتر دینی است. به این ترتیب خاتمی بیش از اون که شبیه گورباچوف باشه، بیشتر یک شباهت هایی به خروشچوف داشت شاید. و دو دور به هر حال دوران حاکمیت اصلاح طلبان نشان میده که چه به دلیل شاید این واقعیت که اصلاح طلبی دو چارچوب نظام دینی میدانی برای رشد و توسعه نداره و نوعی نقض غرضه، چه به دلیل اینکه قدرت بنیادگرایان، قدرت نظامیشون و نیروهای اصلی تعیین کننده نظام اونها هستند، پروژه اصلاح طلبی رو پس میرانند. پس رانده شدن این پروژه اصلاح طلبی که هم دیگر از حمایت پیشین سابق برخوردار نبود به دلیل بحال کانون 8 سالش، و چه به دلیل فشاری که بنیادگرایان گذاشتن، به نظر من تصمیم گرفتن بعد از حذف اصلاح طلبان از قدرت سیاسی و به ویژه بعد از آنچه که موسوم به کودتای انتخاباتی سال 88 بود، در واقع ما شاهد نوعی واژه‌ای که من به کار بردم، نوبنیادگرایی، عروج و تهاجم نوبنیادگرایی اسلامی است که سعی میکنه اقتدار سیاسی رو در عرصه بین‌المللی به این گونه پیش ببره، در حوزه هسته‌ای هیچ گونه کوتاه نیاد، جاه طلبی هاشو دنبال بکنه، نفوذش رو در منطقه توسعه بده، به جای تعامل با غرب در پی گسترش تعارض و هماورد طلبی باشه و خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و اگر بتونه هسته‌ای به منطقه و جهان تحمیل کنه. در عرصه داخلی هم در واقع نوبنیادگرایان اسلامی به این نتیجه رسیدن که اگر میدان رو به دست اصلاح طلبان بدن، با توجه به نارضایتی میلیونی مردم از حکومت، با توجه به فشار بین المللی، با توجه به حوادثی که انقلاب‌های مخملی در اروپای شرقی ساخته و سپس ماجرای بهار عربی که بعداً شاهدش بودیم، اینها باعث میشه که بنیادگرایان اسلامی از قدرت حذف شن. بنابراین در کودتای سال 88 به نظر من اینو تصمیمشون قطعاً گرفتن که به هیچ وجه میدان ندن اصلاح طلبان دوباره به قدرت سیاسی بازگردن و اون جنبش سبز هم اونگونه سرکوب کردن گسترده. 4 سال، در این 4 سال چه کردن این جریان نوبنیادگرای اسلامی؟ سعی کرد اصلا اول ریاست جمهوری حذف کنه، گفت ما ریاست جمهوری احتیاج نداریم، ولی اگر موفق به اون کار نشدن، سعی کردن ریاست جمهوری رو به اصطلاح این ارگان رو بیمقدار کنن، به یک نوع چالشی در برابر قدرت بنیادگرایان انتخابات در ایران تبدیل نشه، با توجه به دردسرهایی هم که احمدی نژاد براشون ایجاد کرده بود و یه پروژه اسلامی ناسیونالیست ایرانی رو تعیین کرد دنبال کنه. بنیادگرایان به این ترتیب نه تنها مصمم شدن اصلاح طلبان رو دیگر به بازی نگیرن، بلکه جریان‌های ناسیونالیست اسلامی را به عنوان جریان انحرافی به عقب راندن. اگر در این دوره انتخابات اینها صرف نظر اینکه در این 4 سال دانشگاه ها رو سر کردن طالبانیزه کنن، زندگی روزمره مردم رو طالبانیزه کنن، بسیاری رو دستگیر کنن و حتی از اصلاح طلبان به زندان بفرستن و هیچ عقب نشینی نکردن، نه در حوزه بین‌المللی نه در حوزه داخلی، طبیعتا کاندید شدن رفسنجانی و حمایت خاتمی از اون و کاندید شدن مشائی و رفسنجانی یک چالشی بود. اینکه آقای رفسنجانی معمار نظام هستند و یکی از اصلی ترین چهرهایی که در شکل‌گیری جمهوری اسلامی نقش داشتن، اینا همش روشنه، ولی در این دور رقابت‌های سیاسی به گونه‌ای بود که در واقع کاندید شدن رفسنجانی و با توجه به حمایت بخش مهمی از اصلاح طلبان و کاندید شدن مشائی، یه نوع ضربه به اقتدار ولی فقیه و پروژه نوبنیادگرایی اسلامی بود برای پیشروی بیشتر در عرصه داخلی و خارجی. این کار با حذف این دو کاندید، بنیادگرایان نوبنیادگرایان نشان دادن که حاضر نیستن کوچکترین عقب نشینی رو در واقع بپذیرن. خب
الان آرایش سیاسی در لحظه حاضر اینجوریه، خود اینکه این دو نفر رو حذف کردن در واقع نشان میده که جلوی ایجاد یک موج نظیر سال 88 یا 2 خرداد رو خواستن بگیرن و نگران بودن که این موج ایجاد بشه، چون جامعه ایران مردم به گونه ای زنده و روزمره نگاه میکنن که اوضاع داره به سمت خطرناکتری سوق پیدا میکنه و به اصطلاح روز به روز داره اوضاع بدتر از داغ میشه، هم در عرصه بین‌المللی مخاطره آمیز میشه، هم در عرصه داخلی بسته تر میشه، فشار اقتصادی هم که گریبان جامعه رو مثل یک بمب ساعتی گرفته. خب در این فضا کاندید شدن اون دو نفر یک به اصطلاح میتونست فضای یأس‌آلود و فضای به اصطلاح افسردگی سیاسی جامعه رو تغییر بده، به اصلاح طلبان میدانی برای تعرض دوباره بده و ای بسا مردم در اون صورت ممکن بود که برای عقب راندن ولی فقیه در واقع تا پشت رفسنجانی هم میرفتن. الان صورت مسئله تغییرات بیشتری کرد. استراتژیست های اسلامی به گمان من بر این اساساً بر این فکر هستند که اصلاح طلبان و اصولگرایان خوبه در انتخابات شرکت بکنن، اصلاح طلبان و پراگماتیست ها معذرت میخوام در کنار اصولگرایان، ولی به شرطی که بازنده باشه. یعنی سیاستشون این هست که به همین خاطر نه روحانی رو در واقع حذف کردن نه عارف رو، فکر کردن با حضور کاندیداهای دست دوم جریان های پراگماتیسم و اصلاح طلب اونها شانسی برای برنده شدن نخواهند داشت و مهندسی انتخابات به اصطلاح کامل صورت گرفته، ولی سعی کردن بازار انتخابات رو با این 8 کاندیدا که در واقع 6 تاش خودی هستن، اون دوتا هم یکی پراگماتیسته و دیگری یه اندکی زردترین اصلاح طلب ممکن در چارچوب این کاندیداها، سعی کردن به این ترتیب تنور انتخابات گرم باقی بمانه، برای حکومت مهم رأی مردم، برای اینکه مشروعیتش در عرصه بین‌المللی نشون بده، ولی به نظر من اونقدر مهم نیست که حاضر باشه ریسک کنه که قدرتش به چالش بیاید. بنابراین من یک جور بدبینانه نگاه میکنم، فکر میکنم که الان شاید به نظر خودم واقع بینانه، شاید هم بدبینانه، فکر میکنم که اینها تمام تلاششون رو ایجاد در پی میگیرن که موج ایجاد نشه. به نظر من یک ویژگی، دو ویژگی این دوره انتخابات یا سه ویژگی شاید بگم در مقایسه با دفعه قبل، یکی فضای جامعه بسته تر شده، سرخوردگی مردم و بیشتر شده، ناامیدترن و به اصطلاح تمایل به مشارکت درشون پایینتره و در این حال اگر در اون انتخابات قبلی به ویژه بعد از انتخابات کودتای انتخاباتی رو راه انداختن، این بار قبل از انتخابات این مهندسی و کودتای انتخاباتی رو سازمان دادن و شرایط الان به گونه است که با توجه به مناظرهایی که داشتن، اظهار نظرهای آقای جلیلی که یکی از کاندیدای محبوب خود ولی فقیه هم هست و اصلا استراتژی اونها رو دنبال میکنه، ممکنه جامعه از وحشت از جلیلی دو تا رویکرد رو داشته باشه. یه رویکردش اینه که بره پشت سر کاندید ائتلافی روحانی عارف که باید امروز معلوم میشه که کدام خواهد بود، برها تصمیم گرفتن ائتلاف کنن، یعنی نه به امید بهتر شدن شرایط، به امید جلوگیری از بدتر شدن شرایط باز هم ممکنه بخشی از جامعه شرکت بکنه توی این، به ویژه اگر آقای خاتمی و رفسنجانی هم حمایت کنن که فکر میکنم این کارو خواهند کرد. اما شکاف در اصلاح طلبان قطعی است. تا الان حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شورای سبز امید و خود خوینی ها علنا اعلام کردن که در این انتخابات یا شرکت نمی کنیم یا گفتن به هر قیمتی نباید شرکت کرد، ولی اصلاح طلبان راست، جناح راست اصلاح طلبان و گروه های پراگماتیست به گمان من قطعا پشت ائتلاف روحانی و عارف خواهند رفت و به امید اینکه بتونن
یه حضور قدرتمندی در صحنه داشته باشن. آیا در این یک هفته ما شاهد این خواهیم بود که دوباره این نگرانی از بدتر شدن اوضاع با توجه به سخنان وحشت‌انگیز جلیلی که آشکارا سیاست انعطاف ناپذیری مطلق رو در حوزه بین‌المللی دنبال میکنه که میتونه خطر امن نظامی رو افزایش بده، در عرصه داخلی هم که اصلا معتقد الگوی ولی فقیه باید جهانی بشه، و آیا میزان نفرت از ولی فقیه و از جلیلی که اون خط رو دنبال میکنه ممکنه رای دهندگان رو به سمت کاندید ائتلافی روحانی عارف سوق بده؟ این یک احتماله، این احتمال ضعیف نیست، ولی من به هیچ وجه این ارزیابی رو ندارم. با حوادثی سال 88 روبرو خواهیم شد. یک، شکاف در اصلاح طلبان بسیار بالاست. دو، مردم ایران که باید رأی بدن فکر میکنم با تحقیری که در سال 88 شدن و روندی که تا کنون این مناظرات انتخاباتی و این حذف کاندیداها و غیره پیدا کرده، فکر نمیکنم رغبت در میان جامعه زیاد باشه و از اخباری که میگیریم میبینیم فضا سرده، به اصطلاح فضا انتخاباتی گرم نیست، و من فکر نمی کنم که امکان بروز حوادث سال 88 به اون شکل وجود داشته باشه. اما ایران سرزمین شگفتی هاست و حتی تو این یک هفته هم خیلی معادلات میتونه به هم بخوره. به نظر خود من که از عدم شرکت در این انتخابات شرکت دفاع میکنم، دلیلم داره. اگر فکر میکردم امکان گشایش سیاسی وجود داره با شرکت در انتخابات و امکان حوادثی نظیر سال 2 خرداد وجود داره یا حتی سال 88، یعنی امید به تغییر وسوسه شرکت مردم رو بالا میبرد، شاید به گونه دیگری برخورد میشد. ولی فکر میکنم اولا به عنوان یک فرد لایک و جمهوری خواه که فکر میکنم تمام حقوق نیروهای اپوزیسیون در این انتخابات ضایع شده است، ثانیاً در اعتراض به بسته‌تر شدن فضای انتخاباتی، ثالثاً در یک نوع روی برتابی از این انتخابات، کودتای انتخاباتی پیش از انتخابات، فکر می‌کنم شرکت در این انتخابات بی‌معناست و به حال من شخصاً مدافعش نیستم و فکر می‌کنم حکومت اسلامی داره تلاش میکنه توقع مردم رو انقدر تقلیل بده که به چهره هایی که حتی تحت تعقیب بین المللی هم ملت رضایت بدن برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع. یک سناریوی دیگه هم پیش رو هست. درسته که ائتلاف اصولگرایان هم یک دست نشدن. آیا این به این دلیلی که خواستن بازارگرمی ایجاد بشه؟ آیا به دلیل تشدد در اصولگرایانه که نمیدونن بالاخره باید با آمریکا مذاکره کنن نکنن؟ و فضای بحرانی جامعه یک چیز رو روشن کرده، انشقاق در همه جریانها قطعی است، خود حکومت، اصلاح طلبان و حتی نیروهای اپوزیسیون. بله، بسیار توضیح جامعه، متشکرم از شما. پس با این تفاصیل شاید بشه نتیجه گرفت که ما شاید یک بنبست سیاسی عمیقی در جمهوری اسلامی هستیم و الان شاهد هم هستیم وضعیت اقتصادی نه تنها در مسئله جهانی عمقش بالاست، که مسئله تحریم ها هم در واقع گریبانگیر جمهوری اسلامی است و مردم رو داره له میکنه. با تلفیق این دو، یعنی بنبست سیاسی عمیقی که در تمام جناح‌های جمهوری اسلامی هستش و با اون بحران اقتصادی که درگیر هستن، قطعا آینده خوبی رو جمهوری اسلامی پیش رو نخواهد داشت. آیا این چنین است به نظر شما؟ ببینید، من در یک میزگردی که قبلا شرکت داشتم، یکی از دوستان روزنامه‌نگار خانم روستایی اشاره کردن که ایران مدل کره شمالی رو انتخاب کرده برای بسته تر شدن، یعنی اینکه تشدید دیکتاتوری در داخل و نوعی عبوسی و اگرشون و تهاجم در برابر جامعه بین المللی و خودش رو بسته تر کردن. طبیعتا ایران
از خیلی جهات شبیه کره شمالی نیست، چه به دلیل ذخایر نفتیش، چه به دلیل دینامیس و پویایی جامعه ایران و چه موقعیت ژئوپلیتیکش، چه اینکه ایران متحد استراتژیکی نظیر چین نداره که کره شمالی داره، همه اینها میدانهای مانور جمهوری اسلامی رو به اصطلاح بحث تر میکنه و نمیتونه ایران یک سره مثل کره شمالی هم بشه و اون فرایند رو داشته باشه. اما یک نوع شباهتی وجود داره، ما به سمت بسته تر شدن نظام داریم پیش میریم. یعنی ببینید شما در برابر معادلات بحرانهای بین‌المللی روش های گوناگونی هست. به نظر میرسه اصلاح طلبان پراگماتیست ها در صدد در درجه اول متعارف کردن روابط بین‌المللی هستند، توسعه صنعتی بر الگوی نزدیکی به و گسترش مبادلات با جامعه غرب و یک اصلاحات سیاسی اندکی که در واقع با توجه به شکاف گسترده‌ای که بین ملت و حکومت وجود داره، حکومت اسلامی ترین و بنیادگراترین حکومت در منطقه است در حالی که مردمش سکولارترین مردم منطقه است. خب این شکاف رو باید پر کرد. این نارضایتی های اقتصادی و این فشارهای اقتصادی که با تحریم هم شدت گرفته باز هم فضای جامعه رو انفجاری کرده. در این فرایند ما به طور طبیعی دو نوع روی کرد میتونیم ببینیم. یه روی کردی که سعی میکنه با عقب نشینی در حوزه بین‌المللی و در حوزه داخلی جلوی یک انفجار اجتماعی رو بگیره، جلوی این به اصطلاح مخاطره آمیزتر شدن هرچی بیشتره اصلا حیات نظام رو بگیره. یک سیاستی است که معتقد شل بکنیم، اندک کوتاه بیایم، نه از تاک با نشانی باقی میمونه نه از تاکستان. استراتژیست های نوبنیادگرای اسلامی به نظرم به تجربه لیبی نگاه میکنن که درستی قذافی خود کوتاه آمد ولی در واقع غرب زیرا به آن را هم زد و ارزیابیشون اینه که ایران اگر میخواد قدرت منطقه‌ای باشه، به اصطلاح یه خورده امپریالیزمی باشه برای خودش در منطقه، در سوریه، در فلسطین، در لبنان، در افغانستان، این رو باید فقط با اقتدار گرایی در حوزه بین‌المللی و داخلی پی و پیش برد. به همین دلیلی که اگر نگاه بکنید مثلا فرمانده بسیج جدیدن گفته اصلاح طلبان بزدلن، ترسوان و میخوان جامعه ایران تمکین بکنه در برابر نظام سلطه. از این نظر این دو روی کردی که پیش رو قرار گرفته، خب اگر مردم امکان انتخاب داشتن به نظرم قطعا به روی کرد تعامل و اصلاح رأی میدادن. اما مسئله اینه که بنیادگرایان میدونن در میان مردم هیچ نفوذی ندارن، اما اولیگارشی مالی سپاه، قدرت رسانه‌ای، قبضه کردن تمام رسانه‌ها و نهادهای اصلی قدرت دست خودشونه و برای این باورن که فقط با بسته تر کردن نظام میشه کار رو پیش برد. اینا اینجوری ارزیابی دارن. اگه کره شمالی موفق شد حتی خودشو به عنوان یک قدرت اتمی تحمیل کنه بر جهان، ایران هم خواهد توانست، غافل از این که درسته اینا دارن روش کره شمالی رو دنبال میکنن ولی ایران کره شمالی نیست. ایران نفت داره، کره شمالی نداشت. میزان ایران متحد استراتژیک چین رو نداره و جهان غرب به سادگی در برابر یک تازی بنیادگرایان در ایران و منطقه کوتاه نخواهد آمد. و من ارزیابی بینه این تهاجم نو بنیادگرایان اسلامی وضعیت ایران رو به شدت مخاطره آمیز کرده، گرچه در اونها هم شکاف هست. تو مناظره ها دیدید برخیشون از تعامل با آمریکا یا حداقل بهبود رابطه و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت صحبت میکردن، برخیشون نظیر آقای جلیلی محکم بر این خطی بودن که تا حالا حکومت دنبال کرده که نباید عقب نشینی کرد و باید با فقط پیشروی دشمن رو به اصطلاح به تعامل وادار کرد. بله، این شکنندگی هم شما اشارات کردین، قطعا مردم ایران هم مانند مردم کره نیستند و اون سکولاریسم
اینقدر قوی هست که فکر نمی کنم این اجازه رو بدن. در واقع شاید اصلا پویایی جامعه ایران منظورم همین بود که یک جامعه زنده است، جنبش های اجتماعی نیرومند، جامعه مدنی قدرتمند، و اصلا این که بشه به سادگی مردم ایران رو مطیع کرد اون گونه که کره شمالی اهالیش رو توانست به انقیاد واداره، به نظر من اصلا میسر نیست و ایران به راستی آبستن حوادثه. انفجار اجتماعی، خیزش های اجتماعی در داخل کشور، همین مراسم درگذشت طاهری رو، آیت الله طاهری رو ببینید، بلافاصله یک مراسم به اصطلاح به خاک سپاری تبدیل به یک مراسم سیاسی شد. اعتراضی میشه. بله دقیقا. بله بسیار عالی. شما آیا فکر میکنید الان احمد نژاد هم خیلی بگم بگم کرد و خیلی شلوغ کرد و عملا با حذفش سکوت که اختیار کرد، آیا فکر میکنید در پس پناه سعید جلیلی برنامه هاشو پیش خواهد برد؟ چون برنامه سعید جلیلی هم از جبهه پایداری و همیشه هم از دولت حمایت کردن در گذشته. بله، به هر حال یکی این که خط اصلی که جلیلی دنبال میکنه در حوزه مسئله ناسیونالیسم، البته با مشایی با تیم مشایی احمدی نژاد متفاوته، یعنی به این معنی ایشون ایدئولوژیک تر هستن، به یک معنی بازم بخوایم بگیم بد و بدتر، این یکی از اون یکی هم بدتر از احمدی نژاد، یکی کسی فکر نمیکرد دولتی ارتجایی تر شکل میگیره، ولی اگر جلیلی در واقع روی کار بیاد قطعا این نقش رو خواهد داشت. این که آیا به دلیل هم عقیدگی استراتژیک در حوزه جاه طلبی های اتمی، در حوزه اقتدار سیاسی نظام بسته تر در داخل کشور و در حوزه به اصطلاح تبدیل ایران به یک قدرت بلا منازع در منطقه، این حوزه های اشتراکی است که جلیلی با خط احمدی نژاد اینها دارن و از این نظر میتونه این یک دلیل سکوت و یا حتی شاید حمایت تلویحی گفته شده احمدی نژاد نسبت به این جریان داشته باشه، ولی فکر میکنم در زمینه نفوذ روحانیت در دستگاه قدرت ناسیونالیسم ایرانی پروژه جلیلی و احمدی نژاد یکی نیست. اما در نظر بگیرید که احمدی نژاد خیلی هم میدانی برای مانور نداره، به نظرم احمدی نژاد دچار این توهم شده بود که اگر ولی فقیه از اون به عنوان یک ابزار برای سرکوب جنبش سبز و عقب راندن جنبش اعتراضی مردم ایران استفاده کرد، هم بهش مشتبه شده بود که به خاطر توسعه مدیریت تکنوکرات ها در دولت در طی 8 سال حکومتش یک پایگاه بسیار قدرتمندی در قدرت خواهد داشت که اگر ولی فقیه هم جلوش ایستاد میتونه اونو به عقب برانه. دیدیم که به این سادگی نبود و بلوف ها و توهمات احمدی نژاد بسیار بالاست. اینکه در دوره آینده اگر هر کدوم از این اصولگرایان به قدرت برسن تیم احمدی نژاد رو بیشتر دستگیر نکنن، به نظرم ایشون باید کلاهشون رو هوا بندازن، به خاطر اینکه به هر حال یه سری از دوروبری های تیم مشای احمدی نژاد رو دستگیر کردن و شاید این سیگنال و پیام رو احمدی نژاد مشایی گرفتن که اگر شلوغش بکنن کار دستگیری ها مشمول حال خودشون هم خواهد شد و فکر میکنم سکوتشون برای این هستش که با واقعیت قدرت سیاسی هم روبرو شدن که ایشون نیروی اصلی قدرت سیاسی در جامعه ایران نیستن، ولی فقیه، بیت رهبری، سپاه و نیروهای وابسته به اون هستن و اگر نیروی قدرت چالش اینها رو داشته باشه، در واقع که از یه حمایت ضمنی بخش از جامعه برخوردار باشه، بیشتر اصلاح طلبان بودن. احمدی نژاد میخواست عقاید اصولگرایان رو تا حد زیادی حفظ بکنه ولی رأی اصلاح طلبان رو هم جذب بکنه. مشایی اصلا یه همچین سنتزی بود، چنین چیزی با حذفش از موضوعیت خارج شد
و جلیلی نماینده‌ای نیست که در پی جذب طبقه متوسط باشه و تکنوکرات ها باشه. از این نظر فکر میکنم به حال یه تفاوت جدی داره و خاموشی احمدی نژاد ای بسا بیشتر ناشی از این واقعیتی که کار زیادی از دستش برمیاد، شلوغش بکنه خودش رو با مشایرم روانه زندان خواهد. دقیقاً. حالا برگردیم روی اصلاح طلبان، های به نظر شما به هر حال با تجربه هم که 88 بود، فکر میکنید اصلاح طلبی در درون رژیم و حکومت به پایان کار خودش رسیده؟ چون عملا هم دیدیم به هر حال ندای آزادی و سردار سازندگی و غیره امیدی بود که شاید رفسنجانی بخواد اونا رو جمع بکنه و بتونه از منافعشون دفاع بکنه با حذفش. فکر میکردن خیلی، تصورش این بود که رفسنجانی مقابله کنه، ولی عملا پذیرفتن و خیلی راحت حداقل در ظاهر کنار رفتن. و دیگه شخصیتی هم نیست، نه فکر نمی کنم نه روحانی نه عارف اون شخصیت رو داشته باشن که اصلا بتونن به دفاعی بکنن و حمایت کنن. آیا به نظر شما این پایان خط اصلاح طلبی است با وجود شرایط بسته سیاسی، فشار اقتصادی و اون انفجاری که در درون مردم هست، نمونش هم 88 بروز کرد؟ من دو سه نکته تو پاسخ به این سوال مطرح کنم. یکی این که من یادم هست چند ماه پیش بود، شاید اولین مناظره انتخاباتی که بودی مثلا انتخابات بود، من و آقای گنجی داشتیم، اکبر گنجی، که ایشون از ضرورت کاندید شدن رفسنجانی و موجی که ایجاد خواهد کرد و هزینه‌ای که به حکومت تعمیر خواهد کرد سخن گفتن. تا اونجا که به این بحث برمیگرده حق با ایشون بود، ولی تا اونجایی که بحث من برمیگشت که گفتم با آقای رفسنجانی جنبش های اجتماعی فکر نمی کنم ایجاد بشه، فکر می کنم بحث من در اون مناظره معتبر بود. و میخوام تاکید بکنم که ببینید یک تفاوتی بین جریان های اصلاح طلب پراگماتیسم و اصلا گرایش های گوناگون اصلاح طلب هم وجود داره. بسیاری از اصلاح طلبان بر این عقیده هستند که جریان های راست و یا زرد اصلاح طلب یا هر چی اسمشون بگذاریم که موسوی و کروبی تندروی کردن، اینها نماینده گرایش های رادیکال تر جنبش سبز بودن، بالاخره ایستادگی کردن، بالاخره در سالگرد سرکوب جنبش سبز مردم فرا خوندن به یک تظاهرات گسترده که نتیجه اون حصر خانگی خودشون شد. به هر حال کروبی و موسوی نقش داشتن خواسته یا ناخواسته در شکل گیری اون مقاومت اعتراضی گسترده. خب از این مسئله ارزیابی های گوناگونی وجود داره. برخی بر این عقیدن که اینا اصلا اگر محافظه کاری به خرج نمی دادن شاید قدرت رو می تونستن به عقب نشینی وادار کنن. برخی هم بر این عقیده هستن که از قضا در پراگماتیسا و بخش از اصلاح طلبان این گرایش قوی است که این دو تندروی کردن. حالا شهامت اون رو ندارم به صراحت بگم، تلویحا یکی از طرفداران اصلاحات در همین مناظره هفته قبل بود با من تو رادیو همبستگی بود، آقای حاج قاسمی علنا این تندروی رو گفتن و در نوشته هایی هم در داخل شنیدیم که این تندروی رو اشاره میکنن. در واقع شکاف در اصلاح طلبان قطعی است. بخشی از اصلاح طلبان با آنکه از انتخابات به عنوان مهمترین ابزار برای بازیابی قدرت به اون می نگرن و تلاش می کنن، ولی به این نتیجه رسیدن که به هر قیمتی نباید شرکت کرد و گوشه چشمی به نافرمانی های مدنی هم نشون دادن. به هر حال اگر فقط به این دو تن نگاه کنیم، موسوی و کروبی، اینها حتی از کاندیداتوری رفسنجانی هم حمایت نکردن، سکوت کردن و این معنا داره. به نظرم بخش رادیکالتر جنبش سبز شاید امیدش رو در رفسنجانی و خاتمی و روحانی و عارف جستجو نمی کنه و بین نوسان، بین این که به اصلاحات در چارچوب حکومت دل ببنده و یا اینکه از موضوع اصلاح طلبی فراتر بره به تحول طلبی گام بگذاره، در نوسان و تردیده.
بخش دیگری نه، اصلاح طلبان زرد معتقدند به هیچ وجه ثبات سیاسی نظام نباید به خطر بیفته و از این نظر از هر فرصت انتخاباتی باید استفاده کرد. اگر در صحنه سیاسی امروز نگاه کنیم، به نظرم بخش از اصلاح طلبان قطعا خواهند رفت پشت ائتلاف عارف و روحانی. آقای ابراهیم نووی که اصلا مقالات مبسوطی در این زمینه نوشتن، در داخل کشورم یک سری از اصلاح طلبان صریحا به نام شورای مشاوران خاتمی علنا دعوت به این ائتلاف و پشتیبانی کردن و فکر میکنم احتمال اینکه رفسنجانی و خاتمی از این کاندید ائتلاف حمایت بکنن کم نیست و هرچی این جریان ها طبیعتا خودشونو به حکومت نزدیکتر بکنن اقبالشونو در مردم از دست میدن. اما اون بخش از اصلاح طلبان که بیشتر حول موسوی و کروبی گرد آمدن، اینها گرچه من فکر میکنم تمام اون پروژه هایی که شاید آقای موسوی میگفت نظیر بازگشت به عصر طلایی امام، التزام به قانون اساسی و از این حرفا که بیرنگ هم شد و نشون میداد نوعی محافظه‌کاری سیاسی رو، اما این دو به دلیل ایستادگی عملیشون در برابر اقتدار ولی فقیه از یک نوع مشروعیت ذهنی در میان بخش قابل توجهی از جامعه برخوردارن و در یک تحول ناگهانی آینده میتونن نقشای مؤثری ایفا بکنن. بنابراین فکر نمی کنم پایان کار اصلاح طلبی است. اینکه اصلاح طلبان دچار بن‌بست شدن، تناقض شدن، شکاف شدن، این بحث رو میشه کرد، ولی اینکه اصلاح طلبان از صحنه سیاست ایران یکسره حذف بشن فکر میکنم بسیار غلوآمیز، نه بخشی که در حکومت همچنان میخواد فعالیت بکنه نه اون بخشی که موضع اپوزیسیونالی اتخاذ کرده، اینها از قدرت سیاسی حذف نخواهند شد. در آینده ایران هم به نظرم یکی از نیروهای مطرح جامعه خواهند بود، اما اینکه برای کسانی که سکولار هستند، خواستار جدای دین و دولت هستند، خواستار یک نظام عبور از نظام جمهوری اسلامی هستند، پایان بخشیدن در واقع به این وضعیت هستند، اینکه اینها آمالشون رو در جریان های اصلاح طلبی نمیبینند بحث دیگری است که به هر حال من شخصا به عنوان یک فرد تحول طلب سکولار که خواستار جمهوری، جدای دین از دولت، رفاه و عدالت اجتماعی و دموکراسی در جامعه هستم، اصلا فکر میکنم کل نهادهای قدرت در جامعه و قانون اساسیش و اصلا نظام ولی فقیه مانع اصلی هر نوع تحول به سمت دموکراسی است. حالا ما ممکنه اینجا و آنجا با این بخش آن بخش اصلاح طلبان هم همسویی هایی داشته باشیم، اما پروژه نیروهای سکولار با پروژه اصلاح طلبان تفاوت های تشبیری داره که این دو رو حتی با رادیکال ترین اصلاح طلبان منظورم به یکی نمیشه. بله متشکر. در پایان اشاره داشتید که نباید شرکت کرد در انتخابات به خاطر به هر حال این فضای بسته و این در واقع کنترل شدید و مهندسی قبل از انتخابات، چه فراخوانی رو میتونید به مردم بدید که آیا اونها برند؟ خیلی ها اعتقاد دارن که نون مردم الان در گروه حکومت به خاطر مهر در شناسنامه، خیلی ها معتقدن که باید تحریم کرد، ادهی هم میگن باید تحریم فعال باشه، یعنی رفت تو خیابونها ولی رأی نداد و صحنه رو به اعتراض تبدیل کرد. دیدگاه شما چیه در این زمین؟ من نظرم اینه که اولا من شخصا فکر میکنم این من شخصا در هیچ انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم، خیلی سریع و روشن بگم این انتخاب نظامی است تبعیض‌آمیز است، نظامی است دینی، نظامی است استبدادی، نظامی است که انتخاباتش اساسا موازین ضد دموکراتیک داره. تو همین سخنرانی هم که توی هفته پیش توی نشست‌های جانبی شورای حقوق بشر در ژنو هم داشتم علنا اینا رو گفتم و اینکه چرا ما شرکت نمی‌کنیم و اینکه به لحاظ ارزشی اصلا تکلیف این انتخابات روشنه.
ولی من تاکید کردم یک دورههایی اگر انتخابات بتونه به گشایش سیاسی منجر بشه، به عقب راندن اقتدار ولی فقیه منجر بشه، خب اونو باید حمایت کرد، شرکت کرد، نه اینکه ما شرکت کنیم، یعنی مردم اگر بتوانند شرکتشون به عقب راندن اقتدار ولی فقیه منجر بشه، مثبتی در گشایش سیاسی. اگر من این ارزیابی رو داشتم که امروز چنین شرایطی مثل سال 88، مثل دوی خرداد یا مثل دوران انتخابات مجلس ششم وجود داره، خب اونگونه برخورد ممکن بود بکنم، ولی این ارزیابی رو ندارم با توجه به همه بحث تر شدن مهندسی پیش از انتخابات و تمام نکاتی که برشموندم. و فکر میکنم حکومت در پی اینه که مردم شرکت بکنن، مشروعیت بالا بره، ولی کاندید خودشون رو تعیین کنن. فکر میکنم در این مورد تصمیم قطعیشو حکومت گرفته و حکومتی که کودتای 88 سازمان داد این بار شوخی نخواهد کرد که رأی مردم رو به رسمیت بشناسه و بگذاره که سناریو طور دیگری پیش بره. به این معنی خب طبیعتاً قانع نیستم در مورد اینکه شرکت در انتخابات میتونه گشایش سیاسی ایجاد کنه. اما اینکه عدم شرکت به چه شکلی ممکنه، اولا من شخصاً بیشتر از عدم شرکت استفاده میکنم تا تحریم این واژه رو برای توضیح ماجرا. گرچه بسیاری از جریان ها از جمهوری خواهان دموکرات لاییک که من از همراهان فعال آن هستم علنا تحریم رو به کار برده، ولی شخصا چرا مایلم بیشتر واژه عدم شرکت رو به کار ببرم؟ ما خیلی تعیین تکلیف نکنیم مردم در اون سرزمین با توجه به نگرانی هاشون، دشواری شناسنامه و و و چه بکنن. ما توضیح میدیم چرا به نظر ما شرکت در این انتخابات مثلا ممکنه بیش از اینکه به گوشایش سیاسی منجر بشه به افزایش مشروعیت نظام منجر بشه. اما چگونه میشه برخورد کرد؟ اولا به نظر من باید ما برای از هر تجمعی میخواد مراسم آقای روحانی باشه برای میتینگ انتخاباتیش، برای اون تجمع رو به فضای اعتراضی برای شعارهای انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، اعتراض به انتخابات از پیش مهندسی شده و و و تبدیل کرد. یعنی از هر فضایی برای اعتراض بعد استفاده. دو، مسئله انتخابات آزاد رو نه به انتخابات مهندسی شده، آری به انتخابات آزاد رو به عنوان یک گفتمان آلترناتیوی پیش رو قرار داد و سعی کرد این شعار رو در جامعه گسترده. اگر کسانی فکر میکنن تو این انتخاب باید برن شرکت کنن به هر دلیلی، من که فکر میکنم هرچی کمتر شرکت کنن مردم بهتره، بی برو برگرد این عرضه بید. اما به هر دلیلی اگر میخوان شرکت کنن طبیعتا با دو تا راه چاره روبرو هستن دیگه، یا برای حذف آلترناتیو ولی فقیه ممکنه برن روحانی، ائتلاف روحانی عارف رأی بدن، یا مثلا در آرایشون شعار انتخابات آزاد رو بگذارن نه به انتخابات مثلا مهندسی شده و فرمایشی، آری به انتخابات آزاد. کلا فکر میکنم ما از این فضا باید نهایت استفاده رو بکنیم برای طرح توقعات دموکراتیک. این بحث بسیار بسیار خطرناکه که بگیم در یک جامعه ای که تو هر شرایطی برات پیش رو چیدن تو بین دو تا آلترناتیو انتخاب کن، حق نگفتن هم حق ملت و این از این حق به نظر من همیشه باید برخوردار باشن که بتونن نبگن، عدم شرکت رو داشته باشن. و برای اینکه به گونه ای اثباتی تر چیز باشه واکنش نشون بدن، فکر میکنم ما راهی جز دامن زدن به نافرمانی مدنی، گسترش حرکت های اعتراضی از جمله نظیر آنچه که در مراسم تشییع جنازه طاهری صورت گرفت یا در میتینگ های انتخاباتی، راهی غیر از این نداره. شعار ما باید دفاع از انتخابات آزاد، نه به انتخابات مهندسی شده، نظام بسته تر و حکومت در واقع دیکتاتوری باشه که سعی میکنه جامعه رو نطقش رو بکشه و اون رو به کمترین تقلیل بده. ولی با این همه تاکید میکنم تو این یک هفته تا حوادث چرخ بخوره
و اینکه چه تغییراتی به وجود بیاد، همچنان مردمی که چند بار نشون دادن در دقیقه 90 شگفتی می‌آفرینند، امکان این شگفتی رو نباید منتفی دانست در جامعه ایران. ولی مجموعاً من خوشبین نیستم، فکر نمی کنم دنبال گشایش سیاسی میشه از طریق این انتخابات بود و نه فعال از طریق حرکت های اعتراضی دامن زدن به شعارهای اثباتی در دل کاردارهای انتخاباتی. 100 بار بهتر از اون هستش که ما تمکین کنیم در برابر آن مهندسی از پیش تحمیل شده به جامعه. با این همه تلاش برای به گمان من حذف کاندیداهای سرسپرده حکومت نظیر جلیلی یک اهمیتی داره و جامعه باید این هشدار رو باش روبرو بشه که افرادی نظیر جلیلی میتونن براسی جامعه رو به آستانه یک جنگ مطلق سوق بدن. البته ایشون تعیین کننده نیستن، ایشون فقط پا در پای رهبری میگذارن و همون مسیر رو رهبری میتونه بدون دشواری دنبال بکنه. بر هم افزایش شکاف در بالایی ها، دامن زدن به جنبش اعتراضی در پایینی ها و تلاش برای افزایش پشتیبانی بین المللی در دفاع از حقوق بشر، فکر میکنم این حوزه های اصلی است که ما این کارا از دستمون برمیاد و بیشتر از آن فکر نمی کنم در این لحظه چیز دیگری باید گفت و باید دید در این یک هفته سیر تحول چگونه پیش خواهد. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر مهراد درویش‌پور به خاطر شرکتتون در این برنامه و به خاطر توضیحات جامعتون. اگر صحبتی در پایان دارید گوش میکنید، وگرنه از شما خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از شما و فرصتی که برای این گفتگو پیش اومد. روزتون بخیر. متشکرم.